ساعت 7 صبح در ایران خوش آمدید به این بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من میترا بختیاری هستم. ابتدا سرخط خبرها. اگر جمهوری اسلامی از مسیر دیپلماسی سر باز زند، همه گزینه‌ها روی میز است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران اجازه پیدا نخواهد کرد به سلاح هسته‌ای دست یابد. تلفات جانی کرونا می توانست تا 75,000 نفر کمتر باشد. نتایج یک پژوهش نشان می دهد اگر مردم ایران با نرخی مشابه کشورهای همسایه واکسینه می شدند، قربانیان کرونا هزاران نفر کاهش می یافت. بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در عربستان سعودی، دستیار وزیر امور خارجه به عنوان سفیر به ریاض می رود. و همزمان با خاک سپاری منصوره، سگوند مقام‌های جمهوری اسلامی مشکوک بودن مرگ این معترض را انکار کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، منصوره سگوند پیشتر بازداشت شده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل ایپک تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی از مسیر دیپلماسی سر باز زند، همه گزینه‌ها روی میز است. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است. هیچ تهدیدی برای اسرائیل جدی‌تر از خطری که رژیم ایران با آن تحمیل می‌کنه نیست. رژیم ایران همواره تهدید می‌کنه که اسرائیل را از نقشه پاک می‌کنه. همواره به تروریست‌ها و گروه‌های نیابتی مانند حزب الله و حماس که حق موجودیت اسرائیل را انکار می‌کنند سلاح می‌ده. این کشور خشونت را به سراسر منطقه و حتی فراتر از اون می‌کشونه. از جمله با مسلح کردن نیروهای روسی با هواپیماهای بدون سرنشین که برای کشتن غیر نظامیان اوکراینی و تخریب زیرساخت‌های اون استفاده میشه. ما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه راستی‌آزمایی مؤثر و پایدار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ایه. به موازات آن فشار اقتصادی و اقدامات بازدارنده دیپلماسی ما را تقویت می‌کنه. اگر ایران مسیر دیپلماسی را نپذیره، همانطور که رئیس جمهور بایدن بارها گفته، همه گزینه‌ها روی میزه تا اطمینان حاصل بشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ذخایر اورانیوم ایران در 3 ماه گذشته 25% افزایش یافته است. بر پایه گزارش گروسی، ذخایر اورانیوم با غنای 20% جمهوری اسلامی به حدود 500 کیلوگرم و ذخایر اورانیوم با غنای 60% به 100 کیلوگرم رسیده است. با این حال، رافائل گروسی در مورد اجرای توافق‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی گفت که پیشرفت‌های حاصل شده اما نه به اندازه‌ای که امیدوار بودند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت و کارشناس روابط بین‌الملل از روم ما رو همراهی می‌کنه. خیلی خوش آمدین آقای مدرس. گروسی گفته ایران قدم‌هایی برداشته اما نه اونطور که اونها امیدوار بودند و این قدم‌ها رو در حقیقت کافی ندونسته، اما ابراز امیدواری کرده که ایران بدون فوت وقت اقدامات تاثیرگذار انجام بده. خیلی از کارشناسان که پرونده اتمی ایران رو با دقت دنبال می‌کنن معتقدند که ایران داره در حقیقت با این قدم‌هایی که برمی‌داره زمان میخره برای خود. شما چی فکر میکنید؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اساسا شما برای اینکه بخواید بیایید به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کنید، نیاز به 3 عنصر دارید. یک، اورانیوم غنی شده هست که در حال حاضر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی چیزی در حدود 23 برابر حد مجاز اعلام شده در توافق موسوم به برجام هست و جمهوری اسلامی چیزی در حدود 114 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% در اختیار داره که این در صورت افزایش خلوص قابلیت این رو داره که بشه 2 سلاح هسته‌ای ازش تولید کرد. مسئله دومی که به اون نیاز هست یک حامل هست که بتونه این سلاح رو حمل کنه و شما وقتی که به برنامه‌های بالستیک جمهوری اسلامی نگاه می‌کنید می‌بینید که در این زمینه تحرکات و فعالیت‌های متفاوتی رو داشته که اساساً بخش عمده اونها اعلام نشده بوده و به نوعی میشه گفت یک سری مخاطرات کلی و نگرانی‌های کلی رو برای جامعه بین‌الملل ایجاد کرد. مسئله سوم مسئله کلاهک انفجاری هست. بحثی که الان آژانس پیدا کرده با جمهوری اسلامی بحث این هست که مسئله عمده بر سر این هستش که اساساً یک سری نشانگانی پیدا شده از یک سری آزمایش‌های انفجاری که اینها اصلا مربوط میشن به بحث مسلح‌سازی و بحث آزمون خطا بر روی یک کلاهک هسته‌ای.
خب این یکی از نقطه نگرانی هایی که الان برای آژانس وجود داره. اما در این حال جمهوری اسلامی تمایل بسیار شدیدی داره به اینکه به هر قیمتی که شده به نوعی بتونه در حال حاضر به یک توافق موقت دست پیدا کنه، برای اینکه بتونه خودش رو از این وضع اقتصادی نجات بده و به نوعی به بقای خودش ادامه بده. برای همین اومده دو امتیاز کلی رو الان در اختیار آژانس قرار داده. یک، بحث توضیحاتی هست که در مورد اورانیوم با درصد خلوص 82.7% که پیش از این پیدا شده بوده. دو، اومده به نوعی داره با آژانس اطمینان میده با اجازه بررسی پروسه غنی‌سازی در نطنز و فوردو، که این رو میشه به نوعی به عنوان یک گام مؤثر از سمت جمهوری اسلامی برای تلطیف روابطش با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بهش نگاه کرد. اما همچنان مسئله آژانس در زمینه سه سایت هسته‌ای بسیار مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی به طور کامل حل نشده و همچنین توضیحاتی که از طرف دولت مردان جمهوری اسلامی ارائه شده اساسا میشه گفت اینها تا حد بسیار زیادی مضحک هستن. حالا باید دید آژانس با چه مکانیزمی با چه سازوکاری میخواد این صحبت‌ها رو راستی آزمایی کنه، به خاطر اینکه به عنوان مثال پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که ما چون منابع اورانیوم داریم شما تونستید چنین چیزی رو پیدا کنید، چنین بقایای اورانیوم رو، در صورتی که ما داریم درباره اورانیومی صحبت میکنیم که خلوص تخلیص شده. و همچنین در جدیدترین توضیحات اعلام کردن که اینها اساسا از چیزی در حدود 50 سال پیش موقعی که دانشمندانی در این منطقه در حال فعالیت بودند باقی مونده این نشان. بله. این هم بدور از عقل هست. ممنون از شما شاهین مدعی، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل که از روم همراه ما بودید. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازگشایی سفارت ایران در عربستان سعودی گفت آمریکا مذاکره مستقیم و دیپلماسی را از جمله میان ایران و دولت‌های منطقه تشویق می‌کند. به عنوان یک موضوع عمومی ما همواره به داشتن دیپلماسی و گفتگوی مستقیم با ایران و کشورهای منطقه اعتقاد داریم و امیدواریم که این گفتگوها باعث کاهش تنش بین ایران و کشورهای منطقه شود. ما باید به موضوعات منطقه قدیمی هم بپردازیم. ما ابزار لازم برای ارتباط با ایران و رساندن پیام خود به آنها را داریم، اما در اینجا به جزئیات این پیام‌ها نمی‌پردازم. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که سفارت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با حضور دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی در ریاض بازگشایی می‌شود. جمهوری اسلامی علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه را به عنوان سفیر در ریاض معرفی کرده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس نوشته که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با سفیر تازه منصوب شده در مورد بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در ریاض و سرکنسولگری در جده گفتگو کرده. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای هاشمیان. اگر که عادی سازی بشه روابط ایران و عربستان سعودی اونطور که گفته شده، آیا فکر میکنین همونطور که وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد از اینکه این باعث کاهش تنش‌ها در خاورمیانه بشه، اینطور پیش میره به نظر شما؟ این پیش بینی خیلی مشکلیه و من فکر می‌کنم حتی آقای آنتونی بلینکن هم بهش اعتقاد نداره، چون که صحبتی که اخیراً ایشون انجام داد نشون داد که از این وضعی که هست و اینکه جمهوری اسلامی اولاً یک عامل بی‌ثبات کننده در منطقه است و دوم به عاملی برای سیاست‌های روسیه و چین در منطقه تبدیل شده و محورهایی که این دو کشور رو در منطقه دنبال میکنن الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، بنابراین خود ایالات متحده زیاد اعتقادی نداره. من فکر کنم سعودی ها هم چنین اعتقادی ندارن. درگیری خیلی شدید بود بر سر سفیر و تعیین سفیر بود، اختلافاتی بین سپاه و وزارت خارجه. این که میدونید که سفیری که الان تعیین شده آقای عنایتی قبلا سفیر ایران در کویت بوده و از معدود تکنوکرات هایی هستش که در منطقه سفیر می
میشه ولی عضو سپاه قدس نیست، یعنی از دمشق گرفته تا بغداد، از بیروت تا صنعا همه عضو سپاه قدس هستن. ولی سعودی‌ها شرط گذاشتن که چنانچه جمهوری اسلامی عضو سپاه قدس معرفی کنه اونو نخواهند پذیرفت. این موجب شد که قضیه مقداری به تعویق بیفته و دعوایی بود بین سپاه و وزارت خارجه ایران و الان به این شکل داره مطرح میشه. من معتقدم که قضیه روابط ایران با سعودی یه ظاهر امر داره و یه باطنه. ظاهر امر چیزایی که ما الان داریم میبینیم، ولی باطن همون اختلافات گذشته و همون محورهای گذشته الان وجود داره. فکر میکنین این اختلافات گذشته که وجود داره چطور نتونسته جلوی این رو بگیره که روابط به سمت عادی سازی بره؟ ببینید، عادی سازی الان بخشی از منافع سعودی و بخشی از منافع جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میخواد از انزوای منطقه بیاد بیرون، میخواد بگه که در منطقه یک رویه جدیدی را پیش گرفته و میخواد بگه که از این طریق میتونه روابط اقتصادی، فرهنگی و غیره برخلاف روابط نظامی و شبه نظامی با کشورهای همسایه داشته باشه، به شکلی هم اقتصاد دب و داغون کشور رو هم به شکلی ترمیم بده با این سیاستی که پیش گرفته. این منافع دو طرف رو ایجاب میکنه و میانجیگری که چینی ها کردن در همین جهته. ولی اون اختلافات عمیقی که الان وجود داره، مثلا الان جمهوری اسلامی صحبت میکنه که میخواد یه پیمان امنیتی با این کشورها ایجاد کنه به اضافه هند و پاکستان و بعد بیا تو منطقه یک محور جدید. خب این قضیه هیچ به هیچ وجه مورد قبول آمریکا واقع نمیشه و حتی سعودی ها هم در باطن این مسئله رو قبول نمیکنن. بنابراین جمهوری اسلامی در باطن سیاست های گذشته خودش رو به شدت دنبال میکنه. ممنون از شما حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس جهان عرب از واشنگتن ما رو همراهی کردید. وزارت خارجه چین تلویحاً از اظهارات فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در مورد ائتلاف دریایی با عربستان و دیگر کشورها استقبال کرد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بود به زودی ائتلاف مشترکی با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر یا هند شکل می‌گیرد. علاوه بر واکنش وزارت خارجه چین به این اظهارات، برخی تحلیلگران نزدیک به دولت چین هم این اقدام را چشمگیر و مهم توصیف کردند. همراه میشیم با همکارم توماج تاهباز، خبرنگار ما در شرق آسیا. توماج، از واکنش ها در چین به اظهارات فرمانده ارتش جمهوری اسلامی چه جزئیاتی برامون داری؟ میتونم میشه گفت نه تنها واکنش ها، بلکه واکنش ها در فضای مجازی نسبتاً گسترده بوده. اول از اول سخنگوی وزارت خارجه ایشون شروع کردن، ونگ ونبین، در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از رسانه های داخل چین گفته حفظ صلح و ثبات خلیج فارس بر رفاه کشورها و مردم منطقه تاثیر میذاره و برای حفظ صلح جهانی، همینطور تقویت رشد اقتصاد جهانی و پایدار نگه داشتن عرضه انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار. میدونیم که چین به هر حال یکی از کلیدی ترین و مهمترین مشتریان نفتی کشورهای مثل عربستان هست. البته ایران هم تا حدی به شرکت‌های خصوصی این کشور نفت صادر می‌کنه. ونگ گفته که چین از کشورهای منطقه در حل مناقشات و اختلافاتشون و دوستی از طریق گفتگو و مشورت حمایت می‌کنه و گفته همچنین از کشورهای منطقه در مسیر توسعه از طریق همبستگی و حفظ آینده در دستان خودشون هم حمایت می‌کنه. گفته چین به عنوان یک کشور دوست خوب برای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به ایفای نقش مثبت و سازندش هم ادامه خواهد داد. در نتیجه میشه گفتش که اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین در مشخصا در پاسخ به پرسشی در مورد ائتلافی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن قرار شکل بگیره، تلویحاً در تایید و یا به اصطلاح حمایت از اون بوده. اما تحلیلگران نزدیک به حکومت چین در واقع به طور مستقیم به موضوع ائتلاف اشاره کردن و از اون حمایت کردن. مثلا وانگ جین از اندیشکده‌هایی که متمرکز هست بر مسائل خاورمیانه در گفتگو با CGTN، یکی از شبکه‌های دولتی چین، گفته که طرح ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار. گفته این ایجاد این مکانیزم دریایی نشان میده که اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه به سطح جدیدی رسیده و همکاری‌ها هم بیشتر خواهد شد، باز به گفته آقای وانگ. اما یک سری هم بزنیم به فضای مجازی، جایی که به هر حال چینی‌های خورده به آزادی عمل بیشتری نظر میدن و لزوماً همه نظرها هم در راستای در واقع سیاست‌های کلی جمهوری خلق چین نیست. مثلا در ویبو میشه گفتش که واکنش نسبتاً گسترده‌ای داشته خبر ائتلاف دریایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی
مطرح شده، به خصوص که اساسا میکروبلاک‌های داخل چین معمولا به مسائل خاورمیانه زیاد توجه نمی‌کنن، اما مسئله ائتلاف اهمیت در واقع واکنش داشته، به خصوص که البته چین هم به هر حال در جریان شکل‌گیری احیای روابط ایران و عربستان سعودی نقش داشته. مثلا میشه گفتش که یکی از کاربران مجازی چین گفته این روند در واقع دوستی و رفاقت در منطقه سرعت زیادی گرفته. یکی دیگه از کاربران نوشته تا چند ماه پیش ایران و عربستان دشمنان خونی بودن، حالا صحبت از ائتلاف دریایی میکنن و این پیامی برای آمریکا که باز به گفته این کاربر دیگه نیازی بهش نیست و باید منطقه رو ترک کنه. این رو هم بگم که مسئله هند و حضور اون در این ائتلاف هم مورد توجه قرار گرفته، به خصوص که هند اختلافات سیاسی عمیقی با چین داره. ممنونم از تو همکارمون توماج تاهباز از شرق آسیا. نتیجه یک پژوهش نشان داده اگر واکسیناسیون در ایران با نرخی مشابه کشورهای همسایه از جمله ترکیه و بحرین انجام شد، تلفات جانی کووید 19 بین 50 تا 70 هزار نفر کاهش می‌یافت. در این پژوهش که توسط تعدادی از محققان همه‌گیری شناسی و تکامل ویروس از جمله کاوه مدنی و ماهان غفاری انجام شده، ایران از نظر نمونه واکسن‌های تزریق شده کووید 19 با 8 کشور مقایسه شده. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اگر زمان شروع و سرعت واکسیناسیون در ایران مانند برخی کشورهای همسایه نظیر بحرین می‌بود، آمار مرگ و میر در ایران به شدت کاهش می‌یافت. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن ما رو همراهی میکنه. خیلی خوش آمدین آقای عطاری. تحقیق رو حتما دیدین شما هم. چیزی که نظر من رو جلب کرد اشاره به سرعت واکسیناسیون بود و اینکه خب کمتر دیده شده تحقیقات روی این زمینه کار بکنن. شما به عنوان یک پژوهشگر پزشکی اجتماعی و پزشک این تحقیق رو چطور دیدید؟ خب مسلماً در یک همه‌گیری که عاملش ویروس باشه سرعت واکسیناسیون بسیار اهمیت داره، چون هدف این هست که در زمان بسیار کوتاه اون حالت در واقع ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون به وجود بیاد و ویروس اون قابلیت انتشارش رو از دست بده در جامعه و گردش نکنه بین افراد جامعه. خب وقتی این سرعت پایین باشه، همچنان که دیدیم در سال اول واکسیناسیون تنها روزانه 100 هزار، 50 هزار، 30 هزار، عددهایی که اصلا در مقابل جمعیت 80 میلیونی تقریبا هیچ بود شروع شد، و این به معنای این هست که این سرعت سرعتی بود که فقط برای اتلاف وقت و در واقع پاسخی به افکار عمومی باشه، نه هدفی که واکسیناسیون دنبال میکنه. در این تحقیق هم بر روی این سرعت در واقع تاکید بیشتری شده و این بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و توجه شده که اگر با سرعت حتی مشابه کشورهای منطقه انجام میشد، ما میتونستیم در واقع مرگ و میر بسیار بسیار کمتری رو شاهد باشیم. آقای عطاری خیلی کوتاه اگه بتونید برامون توضیح بدید که در این تحقیق با 8 کشور مقایسه شده که از جمله کشورهای همسایه ایران، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه برای اینکه شبیه سازی بکنه این آزمایش رو با اونچه که در ایران واقعا اتفاق میفته؟ خب هدف از این تحقیق هم این بوده که تا حد امکان به واقعیت نزدیکتر باشه. وقتی کشورهای مقایسه بشن که تقریبا از لحاظ بافت جمعیتی، منابع اقتصادی و سایر شرایط مشابه ایران باشن، مسلما نتایج تحقیق هم به واقعیت نزدیکتر است. و همین جهت کشورهایی مثل ترکیه در نظر گرفته شده و مقایسه شده که تقریبا جمعیت مشابه ایران رو داره و از شرایط فرهنگی و اقتصادی مشابهی هم برخوردار است. به این جهت میشه گفت که نتایج این تحقیق با واقعیت تطبیق بیشتری میتونه پیدا بکنه. خیلی ممنون از توضیحات تو محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی که از واشنگتن ما رو همراهی کردید. منصور سگوند معترض 19 ساله که روز 14 خرداد به شکلی مشکوک جان خود را از دست داد، روز سه‌شنبه 9 خرداد از سوی نیروی انتظامی بازداشت و روز 10 خرداد با قرار کفالت آزاد شده بود. بنابر اخبار رسیده به ایران اینترنشنال، او در طول ماه‌های گذشته از سوی ماموران امنیتی استان ایلام تحت فشار بود است. همزمان با خاکسپاری این معترض در روز سه‌شنبه، مقام‌های جمهوری اسلامی مشکوک بودن مرگ این معترض را انکار کردند. پیشتر این دانشجوی حقوق در اینستاگرام و به دوستان خود گفته بود که به مرگ تهدید شده ولی سالم است و قصد خودکشی ندارد.
مرگ مشکوک منصور سگوند موجب واکنش‌های زیادی از سوی برخی چهره‌های سرشناس شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از مردم خواست تا در مراسم خاکسپاری منصور سگوند که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود شرکت کنند و تاکید کرد رژیم باید بداند این جنایات فراموش نمی‌شود. شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت هر گونه اخلال در برگزاری مراسم خاکسپاری و آزار و اذیت خانواده این داغدار تنها آتش خشم مردم ایران را شعله ورتر خواهد کرد. مسیح علی‌نژاد فعال سیاسی گفت مرگ مشکوک منصور سگوند نشانگر برنامه حکومت برای قتل سیستماتیک معترضان است. رئیس دادگستری استان ایلام در یک مصاحبه با صدا و سیما گفته هیچ آثار ضرب و جرحی در بدن منصور سگوند مشاهده نشده و هیچگاه به دستگاه قضایی احضار نشده است. پزشکی قانونی در معاینه اولیه اعلام می کند که هیچ آثاری مبنی بر ضرب و جرح در بدن ایشان وجود ندارد. از اعضای داخلی بدن که به اصطلاح امعا و احشا میگن نمونه برداری شده برای علت تامه فوت به آزمایشگاه ارسال شده، نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ارسال شده. ایشان تحت هر عنوان شاکی، متهم، شاهد و مطلع به مراجع انتظامی، قضایی و یا نظامی و امنیتی احضار نشده است. فرماندار خرم‌آباد در یک مصاحبه دیگر با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد او همیار نیروی انتظامی بوده است. امروز 15 خرداد خبر فوت خانم منصوره سگوند در فضای مجازی پخش شد با این عنوان که ایشون از پرسنل نیروی انتظامی بودند. پس از بررسی این موضوع باید به اطلاع عموم مردم برسونیم که ایشون از پرسنل فراجان نبودند و فقط در یک مقطع زمانی کوتاه به عنوان همیار پلیس همکاری داشتند. عموی منصور سگوند هم در یک مصاحبه که در تلگرام صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده گفته است برادرزاده او به مرگ طبیعی مرده و آنها هیچ مشکلی با این مرگ ندارند. بنده اسمم ولی ملکخانی، عموی منصور سگوندم و طبق گزارشات و معاینات پزشک قانونی سکته کرده و مشکلی هم نداشته. ما هم هیچ مشکلی نداریم و کسونی اگر با اسمان بیان که مثلا برای یه تهمتی توهینی به زنان و دختر ما یا خانواده ما. همراه هستیم با همکارم اردوان روزبه اینجا در استودیو است. اردوان خیلی خوش اومدی. حکومت در یه رویه کم سابقه ای به نظر میرسه که خیلی زود به مرگ مشکوک منصور سگوند واکنش نشون داد. به نظر تو علت این دستپاچگی چی میتونه باشه؟ این البته که در این سرعت عمل به خرج دادن ممکنه کم سابقه باشه، ولی در انکار چیزی کم سابقه نیستش. ما می‌دونیم جمهوری اسلامی یک سابقه تاریخی داره به دلیل نحوه اداره حاکمیت و نحوه حکومت بر مردم که روشش این استش. ما مدل‌هایی که کاملاً در سیستم‌هایی مثلا سیستم اطلاعات و امنیت آلمان شرقی میتونید ببینید، در حکومت شوروی میبینید، حتی در حکومت‌های مثل چین میبینید که روش این هستش. اصولاً حکومت از سه چیز استفاده میکنه. در وهله اول تهدید، ارعاب، فشار و مرحله دوم قتل، جنایت و مرحله سوم انکار. یعنی در واقع اگر شما نگاه کنین این اتفاقی که امروز برای منصوره سگوند ما داریم راجبش صحبت میکنیم و دقایق دیگه تشییع جنازه این دختر شروع میشه برای اول نیست. ما همین موارد داشتیم، یاشار تبریزی، امید مرادپور، بامشاد سلیمان خانی و موارد بسیار زیاد دیگه وجود داره که الگو همه یکیه. افراد دستگیر شدن، مردن، بعد حکومت انکار کرده. میخوام بگم که فقط تنها تفاوتی که این بار به وجود آمده اینه که هر کدوم اینا داره اتفاق تازه‌ای رو نشون میده که این باعث نگرانی شده. با هر عنوانی، همونجور که فرماندار خرم‌آباد هم میگه اون فقط یه همیار بوده، ولی به هر حال یک فردی بوده که در بدنه نظام این ارتباط رو داشته، اما دیده ظلم و دیده روابط ناسالم، دیده اتفاقی که بوده افتاده و این برای نظام به مراتب سخت‌تره. وقتی که شما یه معترض هستید و از ابتدا در خیابان روبروی نظام ایستادید وضعیتتون روشنه، اما نظام از اول نگران اخشاری بوده که در داخل و بدنه نظام قرار داشتن و این افراد رویکردشون عوض شده به خاطر این رفتار ظالمانه رو با مردم دیدن و به تبع
اگر رفتار وجدانی درشون وجود داشته سعی کردن دوری کنن و پرهیز کنن. اتفاقی در مورد خانم منصوره سگوند افتاده، اون به دفعه در پست اینستاگرامیش همچنین به دوستانش اعلام کرده که موجب ناراحتی و خجالت اون اتفاقی که در موجب شرمی که رفتار جمهوری اسلامی داره میکنه. و شما میبینید در عمل این اعتراض به گرانترین شکل ممکن هزینه باید داده بشه براش و اونم مرگ. اما مسئله سر این هستش که در نهایت حاکمیت مثل همیشه همون رفتار سابقه قدیمی رو به کار برده، تهدید، ارعاب، دستگیری. همونجا که ما میدونیم رئیس دادگستری ایلام میگه هیچ وقت دستگیر نشده، در حالی که ما اخبار موثقی رو داریم که این در روز 9 خرداد دستگیر شده و با وثیقه آزاد شده. پس در نتیجه میشه گفت همون سیاست قدیم، همون سیاست آلمان شرقی، اطلاعات آلمان شرقی است، بگیرید، بزنید، بکشید و انکار بکنید. و اون چیزی که الگوی جمهوری اسلامی هستش. و یه چیزی دیگه، نکته دیگه رو به شما بگم. شاید این حرف وقتی که داشتم در مورد خانم منصوره سگمن میخوندم و بررسی میکردم، یاد حرف کیومرث پور احمد افتادم. میگفتش که حاکمیت آرزوی مرگ ما رو داره. واقعیت اینه که متاسفانه حاکمیتی که بر مردم حکومت میکنه آرزوی مرگ مردمش رو داره، به خاطر اینکه امروز مردم مخالفش هستن. و وقتی مردم مخالف شما هستن، به طرف شما روبروی اونها میستید و هر عملی رو انجام میدید و در نهایت انکارش میکنید. ممنون از تو که همراه اون بودی اردوان روز به همکارمون اینجا در استودیو. به دنبال اعتراض‌های متعدد در واشنگتن دی سی در 3 روز گذشته، معترضین ایرانی در مقابل وزارت خارجه آمریکا تحصن برگزار کردند. آزاد نکردن پول‌های بلوکه شده ایران توسط آمریکا و نداشتن هیچ نوع مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی هدف اصلی تحصن کنندگان. این تحصن در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از همکارم الهام کریمی. سومین روز تحصن ایرانیان در واشنگتن دی سی هست و تحصن کنندگان میگن که تا زمانی که وزارت خارجه آمریکا پاسخی به درخواست ملاقات با آنها نده، به این تحصن ادامه خواهند داد. گرچه صبح امروز برگزار کننده های این تحصن موفق شدن با میز بخش ایران در داخل این وزارت دیدار بکنن و آنها درخواست این تحصن کنندگان را شنیدن، اما در مورد اینکه آیا مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هست صحبتی نکردن. احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از سوی آمریکا و همچنین احتمال ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی از جمله نگرانی‌های این معترضین در روزهای اخیر بوده و همچنین دولت بایدن هم بارها تکرار کرده که با جمهوری اسلامی از روش دیپلماسی پیش خواهد رفت. و اما در همین حال گروه همبستگی ملی برای ایران تلاش کرده در روزهای اخیر که ملاقات داشته باشن با مقامات وزارت خارجه و در مورد این دو نگرانی صحبت بکنن و ببینیم در روزهای آینده نتیجه چه خواهد بود و وزارت خارجه آیا در مورد این موضوع صحبت خواهد کرد یا خیر. ما میخواستیم که صدای در واقع اعتراضات نسبت به شایعات مبنی بر انتقال مبالغ هنگفتی به جمهوری اسلامی و نیز مذاکراتی که در پشت پرده داره انجام میشه و خیلی روشن نیست که چه اتفاقی داره میفته، به داخل این ساختمون وزارت خارجه آمریکا برسه. با دعوتی که امروز کردن و جلسه که داشتیم و گفتگویی که اتفاق افتاد، ما الان مطمئنیم که این اطلاع رو دارن، اگرچه فکر میکنیم که از طرق دیگه هم این اطلاعات در دسترسشون بوده، ولی خب این دفعه از نزدیکترین فاصله به داخل این ساختمون انتقال داده شده. پیام ما برای وزارت امور خارجه آمریکا این هستش که هیچ گونه مذاکره ای رو با حکومت جمهوری اسلامی نداشته باشند، منابع مالی آزاد نشه. میدونیم از اون پولها چیزی سر سفره مردم نمیره، خرج آتش افروزی در منطقه، خرید گلوله و تجهیزات سرکوب برای مردم کشورمون و کشورهای همسایه میشه. بنابراین ما مصرانه خواستار این هستیم که هیچ معامله‌ای با این حکومت آدمکش نشه. جشنواره تئاتر وینر فستوخن در اتریش از لغو اجرای نمایش ایرانی بچه با بازی فاطمه معتمدداریا در این جشنواره خبر داد. این خبر در صفحه اینستاگرام این جشنواره منتشر شد و نوشته شده از آنجایی که حکومت ایران به فاطمه معتمدداریا بازیگر اصلی این نمایش اجازه خروج از کشور را نداده، اجرای نمایش لغو شده است. در اینستاگرام این جشنواره آمده این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که آزادی در برخی کشورها تا چه اندازه محدود است.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از پرتاب موشک مافوق صوتی به عنوان فتح خبر داد. امیرعلی حاجی‌زاده در توییتی مدعی شده که موشک فتح یک موشک مافوق صوت نقطه زن است که صبح سه‌شنبه آزمایش می‌شود. حاجی‌زاده فرمانده همچنین مدعی شد که موشک هایپرسونیک ایرانی دکان فروش سلاح آمریکا را خواهد بست. حساب توییتری سپاه پاسداران پیشتر با استفاده از هشتگ خبری در راه است با انتشار تصویری از حسن تهرانی مقدم از فرماندهان تیم موشکی سپاه از آزمایش این موشک خبر داده بود. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار توییتی از دیدارش با بنی گنتس وزیر دفاع پیشین اسرائیل در حاشیه نشست سالانه روزنامه جرزلیم پست در نیویورک خبر داد. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت که در دیدار با بنی گنتس درباره تاریخ غنی بین مردم ایران و اسرائیل و همچنین فرصت‌های همکاری آینده نه تنها بین اسرائیل و یک ایران سکولار و دموکراتیک بلکه در سراسر خاورمیانه گفتگو کرده است. روز گذشته تانکر سوئراجان حاوی نفت قاچاق جمهوری اسلامی در ترمینال نفتی گالو در نزدیکی آب‌های تگزاس پهلو گرفت. سوئراجان که پس از پیگیری‌های سازمان اتحاد علیه ایران اتمی توسط وزارت دادگستری آمریکا توقیف شده، اولین محموله نفتی قاچاق ایران است که توسط دولت بایدن ضبط می‌شود. قرار است محموله نفت سوئراجان پس از تخلیه به فروش برسد. آرش علایی گزارش می‌دهد. در آب‌های بین‌المللی خلیج مکزیک هستیم، جایی که همونجور که می‌بینید پشت سر من تانکر سوئراجان قرار داره. داستان سوئراجان داستانی است که حدوداً یک سال و نیم است که ادامه داشته. یک سال و نیم پیش بود موقعی که ابتدا این تانکر توسط سازمان اتحاد علیه ایران اتمی معرفی شد به عنوان تانکری که نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق می‌کند و برای وزارت دادگستری بایدن مدت‌ها طول کشید تا بالاخره موفق بشن که این تانکر رو توقیف بکنن و سپس دستور بدن که به سمت آب‌های ایالات متحده بیاید. و الان سوئراجان در نزدیکی 105 کیلومتری ساحل تگزاس نزدیک به شهر گالوستون قرار دارد و منتظر این است که از طریق تانکر به تانکر نفتش انتقال پیدا کنه و فروخته بشه در آمریکا. افرادی که نزدیک هستند به این پرونده و با من صحبت کردن و خواستند که نامشون فاش نشود، میگویند که تانکرهایی مثل سوئراجان یک شبکه‌ای از تانکرهای اشباح جمهوری اسلامی رو تشکیل میدهند، نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق میکنند. برخی به من گفتن این فروش این نفت باعث میشه جمهوری اسلامی و بسیج و سپاه پول به دست بیارن برای اینکه خریدهای نظامی انجام بدن. اسلحه هایی که باهاش مردم ایران رو در اعتراضات سرکوب میکنن همه از طریق این نفت، فروش این نفت حاصل میشه. شاهراه حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از تانکرهای مثل سوئراجان. به هر حال فعلا این تانکر در همینجا لنگر انداخته است و خواهد موند تا به زودی نفت اون از طریق تانکر به تانکر به ایالات متحده انتقال پیدا کنه. آرش علایی، خلیج مکزیک. با ثبت نام مایک پنس در کمیسیون انتخابات فدرال، معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز دوشنبه رسما وارد رقابت‌های مقدماتی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پنس روز چهارشنبه کارزار انتخابی خود را با یک سخنرانی در ایالت آیووا آغاز می‌کند. مایک پنس که به عنوان معاون دونالد ترامپ تا آخرین ساعت ریاست جمهوری در کنار او بود، در جریان اعتراض ترامپ نتایج انتخابات پیشین و حمله شورشیان به ساختمان کنگره در مقابل او ایستاد. علاوه بر مایک پنس و دونالد ترامپ، تیم اسکات سناتور کارولینای جنوبی، نیکی هیلی فرماندار پیشین کارولینای جنوبی و راندی سنتز فرماندار ایالت فلوریدا نامزدی خود در رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه را اعلام کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در رأس هیئتی متشکل از وزرای کابینش وارد عربستان سعودی شد و در فرودگاه بین‌المللی جده مورد استقبال مقام‌های عربستان سعودی قرار گرفت. مادورو قرار است دیدارهایی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشته باشد و پیرامون تقویت اتحادهای سیاسی، مناسبات دیپلماتیک و مسائل حوزه انرژی میان عربستان و ونزوئلا گفتگو کند. مادورو قبل از ورود به عربستان سعودی برای شرکت در مراسم تحلیف رجب طیب اردوغان به آنکارا سفر کرده بود. و
و حالا بررسی میکنیم روزنامه های صبح امروز رو با همکارم فرزانه بسپور که اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. فرزانه خیلی خوش اومدی، مروری داشته باشیم بر روزنامه های صبح امروز با تو. سلام، صبح شما بخیر. خب میخوام با روزنامه توسعه ایرانی و عکس صفحه 1 شروع کنم. احتمالاً این عکس رو دیده باشی، عکسی از احمد جنتی در مراسم سالگرد خمینی در مرقدش که الان ببینی 3 نفر زیر دست و پای زیر بغل او رو گرفتن که بتونن بنشوننش روی یک صندلی. روزنامه توسعه ایرانی پرسیده چرا اون بازنشسته نمیشه، آیا این چنین مناسبی بعد از 90 سال بازنشستگی نباید داشته باشه؟ اما تیتر روزنامه توسعه ایرانی به موضوع این اشاره ظریف به عهدنامه ترکمنچای داره که خواسته به در واقع این نکته رو اشاره کنه که ترکمنچای دیگری در راه است. روزنامه توسعه ایرانی گفته این حد فاصله بین دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای که بین ایران دوره قاجار و روسیه تزاری بس در واقع اتفاق افتاد تاریخ درس‌آموزی برای دیپلماسی امروز ما هم داره، به خاطر اینکه ما پس از عهدنامه گلستان نفهمیدیم که نباید دوباره وارد یک جنگ دیگری بشیم و دوباره عقب نشینی کنیم، سرزمین های بیشتری رو از دست میدیم، چون این درک و شعور رو نداشتند که نیان از روی احساسات و از روی عواطف جنگ دیگری رو شروع کنند و چون نگاهشون به یک مسئله سیاسی و غیر واقع گرایانه بود نهایتا منجر شد به اینکه ما به یک عهدنامه دیگری در واقع مجبور بشیم، اون هم عهدنامه ترکمنچای و باز مرزهای دیگه سرزمین های دیگری رو از دست بدیم. الان اشاره توسعه ایرانی اینه که چقدر ما میخوایم در واقع فرصت هامون رو از دست بدیم و مدام عقب نشینی کنیم بدون اینکه هیچ دستاوردی داشته باشیم، ضمن اینکه در نهایت چیزی که از ایران باقی میمونه اینه که همچنان دوچار به حال خیال بافی هستند تا درک واقعیت. روزنامه جهان صنعت به صلح موقت اشاره کرده که به حال بازرسی های آژانس قرار هست دوباره از سر گرفته بشه و جهان صنعت نوشته که جمهوری اسلامی برخلاف شعارهایی که در تمام این چند ماه اخیر داده بود داره گام به گام عقب نشینی میکنه و عرصه رو هم به طرف مقابلش واگذار کرده، اما انگار یه پوست شیری رو تنش کرده و باور کرده که شیره و به خاطر همین فقط قرشش رو میکنه بدون اینکه هیچ تأثیری داشته باشه. در موضوع بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی قبلا گفته بودن که نه ما در واقع اجازه بازرسی نمیدیم، دوربین ها رو خاموش میکنیم، فلان میکنیم، اما دست آخر مجبور شدن توافق کنن و اجازه بازرسی ها هم داده بشه. الان نادر کریمی جونی همین نویسنده روزنامه جهان صنعت نوشته جمهوری اسلامی پوست شیر پوشیده و خیال کرده که شیره، به خاطر همین مقامات جمهوری اسلامی با هیجان در برابر از مقاومت در برابر غرب میگن اما فقط الکی چنین احساس مقاومتی دارن. روزنامه هم‌میهن به سالگرد ادیب و نویسنده معاصر اشاره کرده که سالگرد درگذشتش هست، هوشنگ گلشیری. هوشنگ گلشیری سال 79 در سر منینژیت فوت کرد، اما در همون سالها بسیاری از روشنفکران در طرح‌ها و توطئه‌های قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند و روز آقای گلشیری هم به تعبیر روزنامه از این طرح و توطئه‌های جمهوری اسلامی جان سالم به در برد. اما می‌بینیم که در سالگرد او با اینکه در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی تلاش کرد نام گلشیری رو از کتاب‌های درسی حذف کنه، از فضای رسانه‌ای حذف کنه، الان روزنامه هم‌میهن در 23 سالگرد درگذشتش تیتر زده که این جاودان باد این شمایل. روزنامه اعتماد امروز یادداشتی داره از عباس عبدی که
بد نیست بهش اشاره کنیم، چون عباس عبدی به هر حال نقدهای مکرری داره به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی، اما این بار میگه که به نظر میاد اصلا تمام ساختار حاکمیت در همین خلاصه شده که جلوی مردم بیسته با ارعاب و سرکوب و تهدید، حالا از اقتصاد گرفته که با اعمال زور و دخالت‌های دستوری میخواد اون حالا قوانین رو بر مردم تحمیل کنه، روی بورس، روی نرخ ارز، روی همه چی، تا بحث حجاب و فرزندآوری و مسائل اجتماعی فرهنگی که همه روش‌های حکومت یک روش دستوری و تهدیدی علیه مردم. آقای عبدی گفته که این شیوه حکومت داری نیست، شما نمیتونید تا ابد بخواید در مقابل مردم با ارعاب و تهدید مواجه بشید. در مورد دانشجویانی که 80%شون معترضن، میایید آیین‌نامه انضباطی وضع می‌کنید که مثلا با تعهدنامه جلوی اونها رو بگیرید، اما نهایتا مقابل شما مردم قرار دارن و این روش در واقع سرکوب شما در تقابل شما شما رو در برابر جامعه مستهلک و فرسوده خواهد کرد، وگرنه جامعه کار خودش رو میکنه و نهایتا خودتونید که خسته خواهید شد و علائم خستگی هم از الان معلومه. روزنامه اعتماد یک گزارشی هم امروز داره، گزارش تکاندهنده است از قتل‌های سریالی که داره علیه زنان اتفاق میفته و آخرین موردش خبرش گزارش روزنامه اعتماد هم هست. جسد مصلح شده زنی در میدان آزادی کشف شده، روز سه‌شنبه این جسد در داخل یک ساکی پیدا شد، رفتگران رو پیدا کردن و الان روزنامه اعتماد بهار شبانکاریان گزارش داده که هویت او معلوم شده که یک زن افغان بوده، حدوداً 25 ساله. مسئله این قتل‌های سریالی یا بگیم قتل‌های زنجیری خیلی جامعه رو نگران کرده، چون شباهت زیادی بین این قتل‌ها وجود داره و در آباده، مشهد و تهران و تبریز به همین ترتیب زنان جوانی کشته شدند و مصلح شدند و در میادینی رها شدند، و این که در میدان آزادی این جسد در روز روشن رها شده از نگاه امین گلریز جرمشناس که با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده، این که این میدان آزادی رها شده سمبول به حال اتفاقیه و قاتل یا قاتلی میخواستن پیغام مشخصی رو به جامعه برسونن و اینکه این احتمالاً یک سری قتل‌های زنجیره‌ایه که بایستی دنبال انگیزه قاتلینش گرد، مثل همون موردی که در مورد سعید حنایی و قتل زنان شاهدش بودیم. روزنامه هم یک گزارشی داره در خصوص یک گزارش اجتماعی از وضعیت مراکز بهزیستی. زهرا جعفرزاده این گزارش رو تهیه کرده و مشخصا در مورد سرنوشت یتیمانی در واقع تحقیق کرده که بعد از 18 سالگی مجبورند در واقع از بهزیستی بیان بیرون، اما اینها عملا از بعد از ترخیص شدن در جامعه رها میشن بدون اینکه هیچ مهارتی داشته باشن، کمکی دریافت کنن و به قول خبرنگار هم‌میهن دوباره یتیم میشن. یک پولی خیرین بعد از ترخیص شدن این جوانان 18 ساله بهشون میده، یه حساب بانکی هم براشون باز میکنه، چیزی بوده 30 میلیون تومان بهشون میده، اما این پول در مقابل حداقل هزینه اجاره و رهن یک اتاق در حتی جنوب تهران خیلی پایین تر از اونه و کفایت نمی کنه. مثلا در منطقه مثل نواب یه خونه 50 متری بالغ بر 300 میلیون تومان رهن و اجاره 7 میلیونیه و خب این جوانانی که بدون ضامن، بدون در واقع هیچ پشت و بناهی در شهر رها میشن نمیتونن زندگی رو دنبال کنن. حالا این بچهای ترخیصی به جایی هم نمیرسن و بیشترشون دچار کارتون خوابی و کارگری در مترو دست فروشی میشن به گزارش هم‌میهن، و این هست که نگرانی در مورد سرنوشت اونها دغدغه گزارشگر روزنامه هم‌میهن بوده. روزنامه اعتماد از وضعیت محیط زیستی و آخرین خبری که در خصوص سد گوتفند رخ داده گزارش داده.
به گزارش اعتماد روستاهای حاشیه سد گتبند باز هم زیر آب رفتند و این اتفاق در سال 98 و 99 هم اتفاق افتاده بود که بر سر بارندگی زیاد این مخزن که خالی نشده بود باعث در واقع آب گرفتگی چندین روستا در شهرستان در واقع خوزستان شد. ممنونم از تو همکارم فرزانه بسپور که اینجا در استودیو ما رو همراهی کردی با روزنامه‌های صبح امروز. از همراهی شما با خبرهای این ساعت سپاسگزارم. ساعت 8 صبح همکارم زینب آوین با یک بخش خبری دیگه از استودیوی واشنگتن دی سی تلویزیون ایران اینترنشنال با شما خواهد بود. بدرود.